بحث اولیاء الرحمن. خب بحث بسیار مهمی است، آرزوی هر انسانی است که ولی خدا باشد و بر این هم بمیرد. و چرا که انسان وقتی ولی خداست، مقام بسیار والایی است، خداوند او را مورد الطاف و عنایت خودشون قرار میدهند، مورد حمایت خداوند هستند. و بدین خاطر هست، چون مقام الله مقام والایی است، هر کس سعی میکند که اگر کارهایی را انجام میدهد این کار خود را منسوب کند به خدا، به دین خدا، به فرمان خدا. و متاسفانه گفتیم که از مفاهیم اشتباهی که در جامعه هست اینه که اگر کسی کراماتی داشته باشه، کارهای خارق العاده‌ای داشته باشه، بهش میگن ولی خدا، در حالی که خداوند اولیای خود را معرفی فرمودن که هر کس که ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه، این ولی خداست و نیازمند به این که دیگه بایستی کارهای عجیب و غریب رو انجام بده، کارهای خارق العاده رو انجام بده، دیگه نیازی نیست که گفته بشود این ولی خداست. هر مؤمن متقی ولی خداست. حالا ببینیم که آیا واقعا با انجام دادن چیزهایی که خدا نهی کرده میشود انسان به مقام ولایت دست یابد؟ آیا رسیدن به این مقام بر اساس هوا و هوس انسان هست که هر طور که خودش بخواهد میتواند به این مقام دست یابد، یا اینکه نه، راهی است که خداوند مشخص فرموده اند که اگر میخواهی به این مقام دست یابی باید اینگونه باشی، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا. استقامت بر اساس آنچه که خدا دستور داده، نه بر اساس آنچه که انسان خودش بخواهد یک راهی را انتخاب کند. و میبینیم که متاسفانه در طول تاریخ و همچنین متاسفانه در تاریخ اسلامی خودمون هم مواجه با این دسته از افراد هستیم که کارهایی که خلاف شرع هست انجام میدهند که بدین وسیله خود را به این مقام برسانند. قبلا صحبت کردیم در مورد عبادت غیر خدا به هر نحوی که باشه و رفتن سر قبر که اونجا بخواد دعا کند، اونجا نمازی بخوند، نیاز خود را از صاحب قبر بخواند. و بعد هم این فردی که این کارها را انجام میده و کارهای خلاف توحید هم انجام میده، بهش گفته بشود که از اولیای خدا بود، نظر کرده بود مثلا، یا از مردم بریدن و پناه بردن، رفتن در غاری، در یک خرابه‌ای زندگی کردن. اینها در گذشته بوده متاسفانه که از امتهای دیگه به ما رسیده و کسانی که ادعا میکردن که ولی خدا هستند بایستی شوریده بشن، سر به بیابان بزنند، برن تو غارها. تو اشعارم هنوز هست، میگه که شعری شنید، آیه شنید، صدای بلبلی شنید، شورید و سر به بیابان نهاد. این کارهایی که خلاف دین هست، خلاف عقل هست. هیچ جای دین ما اینو سراغ نداریم که انسان سر به بیابان نهد و دور از مردم با حیوانات زندگی کند، با حیوانات وحشی زندگی کند، نظافت خود را هم رعایت نکند، بعد بهش گفته بشه ولی خدا.